به نام خداوند یکتا سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. خدا کنه همتون جور و سر حال باشید. به ادامه برنامه های گذشته ما، امروز ما آمدیم در جایی که در کارخانه که بود او ساخته میشه، یعنی ساخت افغانستان است. میبینیم در اینجا هم با دوستا صحبت میکنیم که این بوتا را چه طور میسازن و آیا این مواد خام از این دمیج در افغانستان موجود است یا از خارج میارن، اینا چطور ساخته میشه. ما هم از نزدیکی ماشینالاتشان هم در صورت امکان دیدن میکنیم، میبینیم که اونا کدام امکانات دارن که بوتا را میسازن. سلام علیکم برادر، خوش آمدین به مجتمع عمومی بودازان شهر کابل. بخیر باشین، میشه خود معرفی بکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، محمد آصف جامی هستم، رئیس اتحادیه بودازان شهر کابل و همچنان نماینده بودازان افغانستان. خیلی خب رئیس، چقدر وقت میشه در این کارتون مصروف هستین؟ والا هدف اگر از این باشه که شخصا خدمت چند سال است در این کار هستیم، از 1367 به این طرف در می شغل هستیم، در افغانستان، کشور پاکستان، در ایام مهاجرت، در ایران، در می سه کشور کار میکنیم از 67 به این طرف. خیلی خب، یعنی در حدود 34 سال میشه تقریبا. تقریبا سال 1367 یعنی ما شاگرد بودیم که آمدیم، نو شاگرد شیشتیم، دو سال شاگردی کردیم که باز کار یاد گرفتیم. کار که یاد گرفتیم، شغل ما طوری است که کسی که کار یاد میگیره جفت موزی روزانه نیست، هرچی کار کنی اونمو قدر موزش دریافت میکنی. خیلی خوب، چطور رضایت دارین از کارتان، راضی هستین یا نیست؟ والا کار سخت است، هر کار که می باشه آدم زحمت میکشه برای امرار معیشت خانواده ها. بله، از شغل خود راضی هستیم، این که فرازنشیبایی داره، خصوصا در افغانستان باز اونو مسائل جداگانه است، ولی الحمدلله راضی هستیم. بله خیلی خب رئیس صاحب، اگر در این باره بگن که در افغانستان چقدر کار کردین در خود کشور خودمون. در افغانستان از امو 1367 تا 1371 کار کردیم که باز در او وقت یک تحول آمد در افغانستان. جنگ ها متاسفانه خصوصا در شهر کابل جنگ شد، همه مهاجر شدند که رفتیم در مهاجرت و خلاص برتان بگیم تا در مهاجرت در ایران و پاکستان از 71 تا 81 در ایران و پاکستان مهاجر بودیم، کار کردیم و از 81 که آمدیم در افغانستان در نظام قبلی حکومت مقت بود آقای کرزای اینا، متاسفانه به نام بازار آزاد همی تمام صنایع افغانستان در پلیش صنعت بودی هم تا سال 91 کاملا سقوط کرده بود. به نام بازار آزاد یک بازار آزار شد که مردم ما متاسفانه قبل از او از بخاطر جنگ و ناامنی چیزا مهاجر شدن، ولی از سال 81 تا 91 در شغل ما مثلا خود ما شخصا دوباره تن به مهاجرت دادیم. در کشور خود ما کارخانه ها سقوط کرد، از دیگر کشورها بوت وارد کردن که متاسفانه کارخانه ها نتن آمد، هزارها کارخانه بودوزی به سقوط مواجه شدن، جمع شد و دوباره یک تعداد تغییر شغل دادن، یک تعداد رفتن در کارهای دولتی، یک تعداد بیکار موندن، تغییر شغل دادن نتونستن، مثل خود ما واقعا نتونستن تغییر شغل بودم. ما بنابر نبود کار از افغانستان دوباره به ایران مهاجرت کردیم، ولی در اونجا شما میفهمین دیگه طعم تلخ مهاجرت اکثر افغانی ها چشیدن. اولادای در اون زمان اولادا خرد بود، در مکتب نگرفتشان در ایران، مجبور شدن گفته میریم در افغانستان، اگر بمیریم بهتر از این مهاجرت است. پس آمدیم کارهای متفرقه را انجام دادیم، از کراچی روی بازار گرفته، میوه فروشی، آشپزی، مزدورکاری، این کارا رو کردیم. واقعا بردن سال 1391 دیگه حوصله صفر شد،
ناگزیر شدیم که بودوزایی که مونده بودن نتانسته بودیم مثل امثال خودم در اون وقت اتحادیه بودوزا را ایجاد کردیم، یک تعداد با خرید محصولات وطنی ما را دلگرمتر ساختن که در سال 91 در تمام شهر کابل از بیشتر از 1500 کارخانه که فقط در شهر کابل قبل از سال 1371 بود، در سال 91 فقط 15 کارخانه مانده بود. حال ما کارخانه نامش ماندیم در وقت، اگر نبود کارخانه نبود که روز 10 جوره تولید داشته باشند، فقط یک نامش کارخانه بود، روز یک جوره دو جوره فرمایشی جور میکردن، ولی سرمایه گذاری آنچنانی نداشتن. باز از سال 1391 به این طرف سرمایه گذاری کم کم زیاد شد، مردم آگاه شدن که بوت وطنی داخل کشور جور میشه، باز مردم علاقمند شد، ما رو علاقمند دلگرمتر شدیم. و اگه یادتان باشه یا شنیده باشین، در سال 92 ما یک نمایشگاه در نمایشگاه به مدت 6 ماه البته در خشت اختیف لیسه مریم ایجاد کردیم که از او استقبال شد. در یک سال 800,000 جوره بود یا چبلق چیز چرمی البته داخل کشور تولید نداشتیم، ولی امروز که ما شما در اینجا شیشتیم بیشتر از 6 میلیون جوره بود در افغانستان تولید میشه، غیر از او کارخانه‌ای که پلاستیکی میسازن چبلق و کلاوش چیزا پلاستیکی، غیر از اونا ما الحمدلله بالاتر از 6 میلیون جوره بود در حال حاضر در افغانستان تولید میشه. ما امروز زمین کارخانه‌ای که فعلا هستیم، شما انشالله حتما رفتین دیدین، ما از لحاظ کمیت و کیفیت ما در حد هستیم که انشالله با ایران و پاکستان و چین رقابت کنیم، رقابت سالم. از نظر ما که مسلکی هستیم در این عرصه، ما از لحاظ کیفیت بالاتر از چین کار میکنیم، کارهای ما بالاتر از چین است و حتی قیمت ما رو پایین تر است. ما این قربانی رو دمی بیشتر از 10 سال دادیم، ولی ما با گارانتی بود خود همی 500 تا 1000 که باز با ما تولید میکنیم بالاتر از یک سال مشتری میشه، مستهلک که میپوشه. این وعده را هم به مردم خود همیشه دادیم. حال میدم کسایی که امتحانم کردن اونا خودشان میفهمند. ما راضی هستیم از کسایی که بوت وطنی را استفاده کردن، در فامیلایشون خودشان تبلیغ کرده. باز از مردم خود ما تشکری میکنیم که دست ما را به اندازه توان خودم گرفتن. خیلی خوب رئیس صاحب، اگر در این باره بگوین شما که این مواد خام زیر مثلا چرمش هست، تلش هست، اینا از افغانستان ساخته میشه یا یکی از کشورهای خارج میان؟ در همین 10 سال همه چیز، حتی تاری که ما میدوزیم خارجی است، همه چیز. یک تعداد سرمایه گذارا علاقمند شدن، حتی چند فابریکه مواد اولیه داخل افغانستان ایجاد شده، مثلا یک مقدار تل داخل افغانستان تولید میشه میاله، و بعض موادهای دیگه هم هست که داخل افغانستان تولید میشه، مثلا کارتن بود و فابریکه چرم در هرات ایجاد شده. خب رئیس صاحب، اگر درباره ماشینری تان بگوین، ماشین هم دیجا حتما شاید داشته باشین. ماشین دوخت ماست که همی بخی روی بوته، این یا بوت زنانه است که نو مدلایش رو تنظیم میکنیم که انشالله تا یک هفته دیگه اینا باز بوت میشه، ببینیم بازار های تقاضا بود زنانه هم جور میکنیم، ولی فعلا سرپایی و چبلی و چیزا میسازیم مردانه، زنانه نو شروع کردیم. خوب هستن. و این یا ماشین تراش میگیم، همین چرم تراش میکنه این ماشین، لباش که قات میشه این ماشین تراش میکنه. و اینی ماشین که از مارک میزنه، مثلا از ما پاپوش کابل افغانستان است، مارک اینجا نصب میشه، در برق زدن میشه، داغ میشه، این پایین میشه، باز مارک میزنه در روی محصول ما، بوت چبلی هرچی که هست.
این یا اندازه است که اول کار ما از اینجا شروع میشه، الگویش طراحی میشه، این پیش از سر ماشین خیاطی دیده نه که روی از یار جور کردیم. این اندازه اول است که از روی از این چرم بوریده میشه، باز این روی بوجور میشه، بالاخره بوجور میشه. نه تقریبا امیا نمونهش ما در اینجا در این قالب کش کردیم، هنوز کاراش خیلی مانده دیگه. میریم بالا، کارگر اونجا کار میکنه. سیست میریم بالا. اینی پرست ماست. امی تل بوده زمانی که بود داخل قالب میباشد، تلشی که میچسبانیم باز به مدت 50 ثانیه یا یک دقیقه زیر از این پرست مانده میشه، توسط هوا دیگه خوب میچسبانه. دیگه به می خاطر نیاز به دورودوزی دیگه نداره بوت نو. باز این امی پرست دوغولو شماست که جوره چپ و راست یعنی چپ و راست میشه. باز اون چپ و راست قوی تر است، قوی تر که از باز 50 ثانیه هم نمیخواه، فقط دمی 5 ثانیه یک فشار بسیار قوی است، دمی 5 ثانیه یک جور بود پرست میشه. بله ها. خیلی خوب، بسیار خوب. این طرف هم کنم ماشین شما یاد کردین. این ماشین رگمال است، این یک دان موتورک است، نه اینی رگمال میکنه قفه همی چرمه که توسط شدش همون تل بود در او باز بچسبه. روی چرم یک نوه لواب داره که او لوابش باید برداشته شده، توسط این رگمال برداشته میشه. ما چرم تر میکنیم، در این قالب میکشیم، داخلش یک موادای دیگه هم کار میشه که همون بود سخت است، نه او سختیش بابت و نموز که چرم ما نم آب میکنیم، با در قالب کشش میکنیم، در این داشت باز خشکش میکنیم. یک ماشین خیلی خوب از اوجا هم دیدن میکنیم که این ماشین هم این ماشین البته رئیس صاحب در جای بسیار کوچک یک کارخانه بسیار خوب جور کردن. دوستا هم با رئیس صاحب مصروف هستن، یک لقمه نان حلال به فامیل خود میبرن. از اینجا هم دیدن میکنیم ماشین میشه واز بکنیم یا نمیشه؟ حالا دیگه دروازه شان دیگه این الموریست درجه داره، نظر به نویت جنس است. چرم درجهش تا 45 درجه گرمو میمانیم. باز بعض موادای دیگه است، مثلا بود زنانه که براق بود نه در پایی، اونو رو تا درجه 60-65 میمانیم. به مدت یک ساعت که 100 جوره بود در این جای میشه، دم یک ساعت 100 جوره بود. باز خوشبلی و چیز هست سردست ماست که بازی خوشکون کار نداره، تر نمیشه که نیاز به داشت داشته باشه. اکثرا زمستان های داشت باز بود و موزه و چیز که جور میکنیم در داشت میمانیم. در سرپایی و چبلی نیاز به داشت نداره. سرپایی هم به اینجا شما ساختین؟ یک کارای امروز این برادر است که امروز این امی 12 جوره سرپایی ساخته که چند جورش اینجا چند جورش دمی خوشکن باید الماری استفاده کنند مانده اونجا. اینا خب باز به دورادوزی ضرورت نداره، اسپیشتر هم گفتیم که نداره. بله نیاز نداره چون ما یک شرش مخصوص است، پیو میگیم که داخل از او پیو یک قدره است به نام تیز مدرن میگیم. در یک لیتر 10 قطره از او تیز مدرن انداخته میشه که همون چسبندگیش زیاد میسازه. بله نیاز به دوردوزی نداره. مقابل اون دیگه مشکل ندارن؟ یعنی هیچ مشکل ندارن. خب یک مسئله دیگه هم خوب شد شما یاد ما دادین، مستقیم زیر نور آفتاب مونده نشه، واقعا باید تر نشه. این همی آب و آفتاب همه چیز رو نابود میکنه. او زده آبش با چیز دیگه است، مثلا چیز هست که پلاستیکی است، مخصوص حمام است. ولی اینا مخصوص حمام نیست برادرها، نگهداریش خوب است. کسی که 500 بله 500 روپیه یک جور چبلق یا چبلی را میخرند، اگه نگهداری خوب بکنند حداقل دو فصل یک سال میشه. بابت از این حمایتتان یک جان تشکر. سلامت باشین، همیشه بیاین، ما در خدمتتان هستیم. Thank you.
خوب بازش میکنید؟ برو بکن به یکی کنه که یکی بیدی کشت کنه اوه ایلی یعنی ببینید اینی برس در این ده سال دیگه ایر توخل افغانستان تبدیل میشه در خانه های خدا این رنگ بوده تبدیل یعنی ایرانی یعنی خودی ها در چند سال بهیر چاپ میکنه یا دارم باز چند چون میکنم کتیره که میسازه دانه نمیار دانه شانور تمام میکنه یعنی کتی هست امی کارتنه از شانور تا پینجا خاطره یک خاطره جالب برای آوازی سر زبان با خود ماجور رو میسید چون خود مایلت میکنه ما خود مایلت میکنه کس دیگه نیست امید دو مثلا یک پیام رئیس تشکر بسیار زیاد زحمت دادیم شما را به زحمت ساختیم بسیار تشکر و دوستا را هم با خبر ساختین چون چینل ما تفریحی هم هست کدام خاطره جالب به یادتان هست یا نیست در ایام مهاجرت بودیم یک بچه که نه کار یاد گرفته بود هیچ نه نسوار میکشید نه سگرد میکشید چون جوانم شده بود کارشون خوب بود این را همی دوستا دیده بودن سگرد میکشه گفته بودن کس نصیحتش کرده بود که بچه‌م تو نو کار یاد گرفتی فامیلدار هستی در مهاجرت هم هستین هم سگرد نکش باز او آدم گفته بود همی جوان که والا من که میبینم همی کسایی که خوب نامیز استادکارای نامیز اونا کلوش سگرد میکشن من به مو خود سگرد میکشم که این بگن خوب کاریگر کلان است این همی یک خاطره بر مو مونده بود خب چیز گفتنی دارن رئیس های برای بیننده ها؟ والا تمام مردم افغانستان بسیار مردم خوب هستن آگاه شدن من خود کوچکتر از این میبینم که بر مردم عزیز خود پیام داشته باشم ولی بازم چیزی که بر دوستا میگم ایست که همیشه حق بگوین حق بشنون کوشش کنن و حق حمایت کنن این شرعیام است انسانیام است و مردم حق دارند که حق پذیرفته شود اگر ما حق حمایت نکنیم بازم ذلیل میشیم پیش مردم جهان خدا نخواسته ذلیل تر میشیم اگر حق حمایت شود انشالله که باز عمو دین ما محکم تر میباشد و پیش مردم خود با سربلندی بیشتر مواجه میشیم ما همیشه میگم حق بشنویم حق بگوییم حق حمایت کنیم که وظیفه ما رو مست رئیس که دوستارم آگاه ساختین معلومات خوب دادین از کوشش باید همه ما بکنیم که از تولید وطن خود استفاده بکنیم مخصوصا رئیس که گفتم که ما بهترین کیفیت به نازل ترین قیمت ما می سازیم کوشش کنین از بوت و چپلی و هر چیزی صنایع دستی افغانستان هر چیزی که تولید میشه در افغانستان اول از او باید استفاده شه تا اقتصاد کشور ما خود ما خود کفا شه این بود برنامه امروزی ما تا برنامه دیگر شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم خدا یار و مددگارتان